برنامه از طرف شرکت سید محمد خادمی لیمیتد انحصار کننده ی محصولات کمپانی الحرمین در افغانستان. حالا ما برای شما تلبینه و فولادی ناشتا را پیشنهاد میکنیم. تلبینه معجون مقوی، ترکیبی از گیاهان کمیاب و مفید با طعمهای مختلف. همچنان فولادی ناشتا مخلوطی از 20 نوع مغز طبیعی و عطاری اربابزاده به شما تقدیم میگردد. با نام یاد خداوند متعال، بینندگان گرامی سلام بر شما. امیدوارم که لباس عافیت بر تن داشته باشین و زندگیتان پر از خوشی و آرامش باشد. در خدمت شما عزیزان بیننده قرار داریم با یک دیگر از برنامه‌های طبیبانه. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما باشین و ما را همراهی بکنین. در این برنامه در مورد مریضی‌هایی که در این فصل بیشتر اتفاق می‌افته و موضوعات دیگه و سوال‌های شما بیننده‌ها هم میپردازیم. نخست جناب استاد سلام بر شما، به برنامه خوش آمدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و اصحاب پاک، سلام خدمت شما و شما عزیزان همشهری و بیننده شبکه تلویزیونی استقلال که برنامه طبیبانه رو دنبال میکنین. خدا کنه که انشالله با معلومات ناچیزی که بنده یقیر دارم بتونم لااقل یک راهنمایی برای شما عزیزان باشین که بتونین بیشتر به روش‌های ساده، اگر خدای نخواسته مشکل به شما اتفاق میفته، به روش‌های بسیار ساده مشکل خود رفع کنه، به نیازی به دارو و درمان‌های آنچنانی که جواب درستی هم نمیده متاسفانه نباشن انشاءالله. به امید روزی که جامعه داشته باشیم سلامت، مردم داشته باشیم سلامت از نظر جسمی و فکری. تشکر جناب استاد. خب چنان شما در مقدمه عرض کردم، در این برنامه در مورد مریضی‌هایی که در این فصل بیشتر اتفاق میافته و معمولاً مریضی هایی که در نامنظمی دستگاه گوارش یا بیشتر مردم با معده سر و کار دارن، با معده خوب آشنایی دارن، دستگاه گوارش اگر ما بیایم بگیم که بیشتر مربوط به اسهال و این موضوعات شکایت دارن، در این مورد بیشتر توضیح بدین چه دلایل سبب میشه که مریضی ها در این فصل اتفاق میافته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به هرات که ما زندگی میکنیم فعلا در همین وضعیت، چون وضعیت آب و هوا تغییر کرده، سریعا هم تغییر کرده، یک دفعه درجه حرارت بالا رفته و به اصطلاح گرمی ایجاد شده و فصل میوه های هم هست که این میوه ها به اصطلاح میتونیم اینا رو بگیم میوه های ملین یا میوه های ملایم کننده و به اصطلاح روان کننده معده که معمولا به دسترس همه قرار داره و فصل این میوه هم هست و از یک جهت هم چون هوا گرم هست بیشتر به مردم رو میارن به نوشیدنی های سرد و بیروی مصرف کردن از نوشیدنی های سرد. به این دلیل هست که اکثرا به مریضی های دستگاه گوارش مبتلا میشن، به خصوص نامنظمی های کار دستگاه گوارش از نوع مریضی های اسهال، اسهال مثال های شدید، مثال های به اصطلاح، چون ما میتونیم به چند کتگوری به اصطلاح تقسیم بکنیم که عزیزانی هم که بیننده هستن متوجه جریان بشن. معمولا مریضی های دستگاه گوارش به خصوص به این فصل که ارتباط پیدا میکنه که گفتیم بیشتر حالت اسهال و استفراغ ایجاد میشه به دلایلی، اما دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه. به خاطر که معلومات داشته باشن عزیزان، ما به اینا راهنمایی میکنیم که خدا اینا خواسته اگر به این مریضی ها هست به سراغ مریضی فصل نرن. مریضی فصل یعنی مقطعیه، فرض کنیم تا 10 روز جلوتر این تکلیف رو نداشتن، امروز که مثلا ام آمده به بازار، شفتالو آمده، هوا گرم شده، یک مرتبی از مایعات زیاد استفاده میکنن، نوشیدنی های سرد و میوه های ملین مثل گرجه سبز و توت و اینا، خب اینا میوه های ملینه، اینا طبیعتا اگر بیروی مصرف میشه به معده حالت غیر نمنظمی به خصوص اسهال و اینا ایجاد میکنه. اما نه، این مریضی فرض کنین قبل از ماه بوده، مثلا در زمستان اتفاق افتاده، پاییز یا بعد از این میوه ها،
اتفاق میفته او بس جداییه که چند نوع مریضی ارتباط پیدا میکنه به این به اصطلاح بحث امروزی ما، که اگر این موارد باشه باید به سراغ این موارد نرن. مثلا خدا اینو خواسته در بحث مریضی اسهال تنها میوه ها ربط نداره، میتونیم مریضی اسهال عصبی هم هست، مثلا کسانی تحت فشارهای عصبی قرار میگیرن یا مشکلات روحی دارن، اینا هم به مریضی اسهال مبتلا میشن. اسهال مرتبط به این فصل نیست، به این فصل مرتبط نیست، ارتباط نداره، این در تمام فصل اتفاق میفته. یا خدا اینو خواسته مریضی های سل ریوی دارن و یا از غذاهای آلوده فرق نمیکنه در طول سال اگر مصرف میشه و یا سبزی های نشسته که استفاده میکنن به این مریضی ها مبتلا میکنه. اما مریضی هایی که به طور دائم مثلا مزاحمت ایجاد میکنه از این جمله سل ریوی هست، مریضی های عصبی هست، کلیت معده هست، زخم به اصطلاح زخمای دستگاه گوارش هست، انگل ها و پرازیت ها هست که اینا میتونه به طور دائم غیر منظم باشه میده، به خصوص میکروب اچ پایلوری. اینا باعث میشه که دائم مریض به صلاح چی از روان بودن معده شکایت کنه و از این روز بروز هم ضعیف بشه. اینا مریضایی که در غیر از فصل در غیر این فصله، اینا رو ما جدا میگذاریم. بحث ما فقط به خاطری که عزیزان روشن بشه مسئله برای از اینا، فقط روی این فصل به مصرف میوه هایی که مواد غذایی که در این فصل هست باید به چی روش استفاده کنن که به این مریضی مبتلا نشه. بله، حالا شما گفتن که در این فصل بیشتر اسهال اتفاق میفته، او هم از استفاده کردن میوه ها، چی میوه های سبب میشه که این مریضی یا اسهال به وجود بیاد، افراد دچار اسهال بشن؟ فصل توت معمولا به بیرون، خب عزیزانی که به روستا زندگی میکنن و یایی که کسانی که علاقمندن باغ و اینا دارن، چه به داخل شهر زندگی میکنن، میرن توت از جاهایی که میفروشن به اصطلاح میگیرن، تهیه میکنن، مصرف میکنن. روش مصرف توت اکثرا آگاهی ندارن و توت هم یکی از میوه های بسیار ملین و قوی که برای به اصطلاح بس همین مریضی اتفاق میفته دچار اسهال میکنه و حتی اسهال و استفراغ به خاطر ملین بودن توت هست، که خوشبختانه توت به تمام کاتگوری ها، حتی کسانی که توت ایرات، کسانی که قن هم دارن میتونن استفاده کرده، چی تازه و چی خشک، جز توت سفید. توت سفید قندی بالایه، نه شیر توت و به اصطلاح توت بیدونه که میگیم ما که دورنگ هسته معمولا اینا برای قن خوبه، اما توت سفید که دانه دار هست این مواد از این فرق میکنه، ساده صحبت کنیم، و قند این هم خیلی بالایه. کسانی که مریضی قند دارن مگر احتیاط کنن به مصرفی، ولی این دونه و توت دیگه به شاید توت میتونن استفاده کرده، به همه مریضی ها به اصطلاح سازگاره و کسی اگر تکلیفی هم داره و یا ای که خدای نخواسته اگر به این مریضی قند هم مبتلا است میتونه استفاده کنه. تنها مشکلی که داره اسهال میکنه. اسهال میکنه. اما ای که خواسته باشن از این میوه استفاده بکنن و این مریضی به اینا ایجاد نکنه، توتر معمولا ناشتایی استفاده کنن، بالا اقل یک گلاس دوغ هم روی مصرف کنن. این جلوگیری میکنه از اسهال. و یا اگر توت استفاده میکنن حتما پشت سر از دمنوشی از نعنا یا پونه و یا زیرجات استفاده کنن که به میده آسیب نزنه و ایجاد اسهال نکنه. هم از میوه استفاده کردن، میوه فست، و هم جلوگیری کردن. موضوع دوم از میوه هایی که فعلا هست و اینا ایجاد اختلال با دستگاه گوارش میکنه شفتالویه. شفتالو هم میوه های جز به میوه های ملینه، اما این شفتالو طبعی خیلی سرده، سرد و تره، بیشتر مزاحمت به کسانی که طبیعت سرد دارن ایجاد میکنه. برای که به این مریضی مبتلا نشن و از میوه شفتالو هم استفاده بکنن، باز هم این میوه شفتالو رو به چی موقعی استفاده میکنن؟ بین روز باید بخورن، رو غذا مصرف نشه. در کل میوه هایی که هسته دار هست روی مواد غذایی استفاده کردن خطر آپاندیسر داره و در ضمن خطر اسهال ها و به صورت دردا و پیچش های شدید معده داره، که روی غذا باید استفاده نشه. حداقل یک ساعت فاصله یا قبل از غذا، به خصوص قبل از غذا استفاده بشه که میدم آمادگی پیدا کنه برای مصرف غذایی که یک ساعت بعد به اصطلاح نوش جان میکنه.
شفتالو اگر استفاده میکنن باز هم بالاخره به خصوص کسانی که طبع سرد داره حتما از گرمیانه ها پشت سر استفاده کنن که میدر آسیب نزنه. میوه دیگه که فعلا به بازار هست و این میوه مسئول کشورهای شب قاره از پاکستان به افغانستان میایه، میوه عام هست که به دسترس مردم هست استفاده میکنه. عام میوه بسیار مقوی اما طبیعی بسیار گرمه، طبیعی میوه گرمه. این بیشتر به چی کسای مشکل ایجاد میکنه؟ به کسانی که گرم مزاج هستن، ایجاد سرفه میکنه، ایجاد تنگی نفس میکنه، ایجاد خستگی غیر طبیعی میکنه و اسهال شدید. اما برعکس به طبع سرد هیچ نوع از این واکنش ها نشون نمیده، خیلی هم خوبه. ولی باز همی میبرم باید چی به چی موقع استفاده کنم؟ بین دو غذا، یعنی به رو غذا مصرف نشه. غذایی که استفاده میکنم رو غذا مصرف نشه. خربزه که فصلش هست، هندوانه. هندوانه به طبع سرد اسهال ایجاد میکنه اما به طبع گرم اسهال ایجاد نمیکنه، بلکه به اصطلاح به طبع گرم در بعضی موارد البته ایجاد قبضیت هم میکنه. ولی اگر کسی صفراوی مزاج هست، مثلا اسید معده بالای، نه التهاب، التهاب سردیه که باز ما بارها به عزیزان راهنمایی کردیم، التهاب زبان سفید، بار سفید داره، یعنی حالت به اصطلاح گرفتگی و ایجاد خلط به ایجاد میکنه. این به اصطلاح اسید سرد میتونیم بگیم یا التهاب میده. اما اسید گرم که صفرا هست و از کیسه صفرا ترشح میشه که ما بارها به عزیزانم راهنمایی کردم، رو بار زبان زرد میشه، دهن تلخ و خشک میشه، درد وسط پیشانی میگیره، حالت تب درونی داره و زود عصبانی شدن و خشکی بدن. به این نوع تب هندوانه یکی از بهترین داروهایی که هم وزن اضافه میکنه، هم اسید را از بین میبره پاک میکنه، هم کبد مریضی های کبدی را از بین میبره و در ضمن باعث فعال شدن و تنظیم کار دستگاه گوارش در این مورد میشه. پس ما باید در قدم اول میوه‌جات را بشناسین، طبیعت میوه‌جات را بشناسین که اگر از هر کدام استفاده میکنین، مثلا سرد گرمی را با او استفاده کنین، گرم سردی را با او استفاده بکنین، به مریضی مبتلا نمیشین و تمام میوه‌جات هم مفید است و به فصل هم میتونین درست استفاده کنین. جناب استاد یک موضوع را یادمان نره، این میوه هایی که سبب اسهال میشه اگر درست استفاده نشه چند نوع اسهال را وجود میاره؟ میوه‌جات به کنار ای که موارد دیگه هم هست که باز ما به عزیزان باید تشریح کنیم، چون یکی از اساسی ترین، این ما بارها هم گفتم، یکی از اساسی ترین علت های ایجاد مریضی نشناختن مواد غذایی و مصرف همزمان مواد غذایی با غذا و میوه‌جات با هم. مثال، خب طبیعتا هوا گرمه فعلا، چاشت اکثرا دوست دارن که کاسه دوغی هم درست کنن و این کاسه دوغ خیار هم با او ریزه کنم و به اصطلاح دوغ خیار هم نوش جان کنم به کنار سفره. خب اگر نشناسن طب و خصوصیات اینا چی هست، مثلا اگر کسی طب سرد داشته باشه که ما به عزیزان معرفی کردم، اینو طب سرد اگر دوغ خیار با بامیه میخوره به شدیدترین پیچش و اسهال و به اصطلاح نامنظمی و درد دستگاه گوارش مبتلا میکنه. میبینیم چون بامیه هم تب سرده، دوغ هم تب سرده، خیال هم داخل زیر زکدن سرد، آب هم سرد، همه سرد. چهار تا پنج تا سردیر با هم نوش جان میکنن، نمیفهمم این که دستگاه گوارش ای طبیعتی و سرده، به پیچش، به اسهال، به درد شکمی، به عصبانیت، به بی‌حوصلگی، به دردای مفصلی، به دردای انواع و اقسام، حتی آبریزش بینی و چشم، سرفه، گرفتگی گلو که باز باید مراجعه کنن به آنتیبیوتیک که خطرناکترین دارو هم روی اینا استفاده میشه، نتیجه معکوس هم میده واسه. پس همین شناخت وقتی باشه میتونن غذا رو تفکیک کنن. فرض کنیم طبیعت سرد داره دیگه، بامیه رو اگر استفاده میکنه دوغ با اون نخوره دیگه، لااقل سالادی درست کنه که این سالاد پیازی بیشتر باشه، چون بامیه سرده پیاز گرم و این سالادی که نوش جان میکنه به کنار سفره با بامیه، طبیعت از این چکار میکنه؟ تغییر میده، معتدل میکنه و یا به داخل بامیه ادویه‌جات بیشتری استفاده بکنه.
که چون بمی هم ملین معده در بحث همین موضوعی ما که ایجاد اسهال میکنه و هم طبیعت سرد داره و در این حاله که به صورت سبزی بسیار مفیدی هم هست، ولی به طبع سرد به این روش مصرف کردن مضره، اما اگر به طبع گرم استفاده بکنن خیلی هم مفید تمام میشه، سرحال میشن، کبد رو از حرارت و گرمی نجات پیدا میکنه، روز رو به اصطلاح به هوا گرمی راحت سپری میکنن، ایجاد خستگی نمیکنه، باعث کسالت و ضعف عصبی رو نمیشه. کسانی که طبع گرم خشک و یا طبع گرم و تر داره، دموی مزاج هست، این روش مصرف کردن مواد غذایی به اینو خوبه، اما برعکس به کسانی که طبع سرد دارن بسیار مضر و مشکل ایجاد میکنه. حال برعکس ای موضوع، عزیزانی که طبع گرم دارن، اینا اگر چاشت غذای استفاده میکنن، آب گوش نوشجان میکنن، یا باز بعضیا که دیگه به اصطلاح شکم موترن چاشتا خود خور میندازن، ماموتلا کباب رو هم میزنم و بالاخره رقم ادیورم نوشابرم به بالیو که بدترین آسیب رو به اونها ایجاد میکنه، میآیان میرن عمم میخورن. ای کسی که گرم مزاج هست بدترین آسیب رو به او ایجاد میکنه، چون همه گرم استفاده کردن، همه گرمه، اما هم که هست به عنوان میوه فصلی که به اختیار دارین یا میرن نوشجان میکنن، ایم طبیعی خیلی گرم، ای دیگه آسیبی که به اینا میزنه دیگه خود اینا متوجه میشن چیکار کنن. پس یک بررسی باید بکنن که ما چیکار بکنیم. حالی اگر رفتن تب گرم داشتن، رفتن چاشت به هتل نوشجان کردن غذا، یا به خونه غذای به سر که طبیعت گرم بودی استفاده کردن، پشت سر ای حداقل یک ساعت فاصله، اگر از دوغ استفاده بکنن، دوغ خیار هم مشکلی نداره، خیلی خوبه، و در ضمن از میوه هایی که طبیعت سرد داره مثل شفتالو، گلاس و میوه های دیگه که طعم ترش داره که اینا طبیعت سرد هست، به فصل سال استفاده کنن، مشکلی نداره و بر اینا خیلی هم مفیده. اما کسانی که طعم سرد داره، اگر گرمیانه به فصل سال استفاده میکنن، اینا هم از میوه های سرد میتونن به مقدار کم، که بازم دوباره تکرار میکنم، فاصله بین غذا و میوه حداقل یک ساعت باشه، یا بعد از غذا یا پیش از غذا، مشکلی هم بر اینا ایجاد نمیکنه، از میوه های فصل هم به راحتی میتونن استفاده کرده و دچار مریضی هم نمیشه. چیزی که در بین مردم خیلی استفاده نمیشه، یعنی این موضوعات خیلی در نظر گرفته نمیشه، از همون خاطر هم دچار مریضی هم میشه. خب 100%، چون اگر ما طبیعتاً وقتی غذا رو عیار کنیم به برنامه بسر بدن رو با غذا به برنامه غذایی عیار کنیم، تبر با غذا عیار بکنیم، به هیچ عنوان مریضی اتفاق نمیافته و یه هم ثابت شده. بله، تشکر جناب استاد. خب در این قسمت برنامه یک میان برنامه دارم، اما پیش از اون که میان برنامه داشته باشیم، تشکر میکنیم از شرکت تجارتی سید محمد خادمی لیمیتد که اسپانسر کننده ای برنامه هست و انحصار کننده محصولات کمپانی بین المللی الحرمین در افغانستان است که وارد کننده محصولات مانند تلبینه و فولاد ناشتا است. تلبینه با 16 طعم متفاوت و مقوی که از فوایدش هست برای تکمیل نمودن ویتامین ها، پروتئین و آهن و همچنان برای مسئولیت در برابر حساسیت های فصلی و امراض ساری هم میتونه مفید باشه. میان برنامه رو میبینیم و برنامه همچنان ادامه داره. حالا ما برای شما تلبینه و فولادین آشتا را پیشنهاد میکنیم. تلبینه معجون مقوی، ترکیبی از گیاهان کمیاب و مفید با طعم های مختلف برای رفع مشکلات اعصاب، قوی سازی جسم، بلند بردن مقاومت بدن در برابر امراض ساری و نیز سالم ترین غذا برای بانوان حامله و شیرده. همچنان فولادین آشتا مخلوطی از 20 نوع مغز طبیعی بوده که یک مکمل غذایی فوق‌العاده برای ورزشکاران، افراد کمخون و ضعیف می باشد. انحصار کننده در افغانستان شرکت تجارتی سید محمد خادمی لیمیتد. سلام مجدد، به ادامه برنامه خوش آمدید. بحث ما در مورد مریضی های فصل است که چه مریضی های در این فصل اتفاق میفته، چون فصل گرم است و جناب استاد در بخش قبلی صحبت داشتن که چه مریضی های اتفاق میفته و چه چیزهایی که استفاده شود سبب این مریضی ها میشه. حال جناب استاد در مورد انواع اسهال صحبت داشته باشین، که نمی میوه هایی که استفاده میشه اگر غذاها یا میوه ها درست استفاده نشه چند نوع اسهال را به وجود میاره؟ معمولا میتونیم گفته که 4 نوع اسهال با مصرف
نامنظم بودن موارد که ذکر شد و در ضمن اگر بی احتیاطی بشه به این فصل سال به وجود می آید که ما کودکایی که دوران شیرخوارگی دارن اونا رو ما جدا میکنن به خاطر که این مواد غذایی صرف نمیکنن، به بیشتر مایات هم صرف نمیکنن، فقط مو شیر مادر و یا خدای نخواسته اگر به شیر خشک هم افتاده باشن که دیگه طبیعتا آسیب پذیره، اما باید یک سری مسائل رعایت بشه. بله، تقریبا بچه ها، نوجوان ها، جوان ها و میان سال ها و الی آخر به خاطر هوای گرم که هست بیشتر رجوع میکنن به نوشیدنی های سرد، به خصوص مایعات سرد. و این مایعات سرد طبیعتا کسانی که استفاده میکنه تشنگی کاذب به اینا ایجاد میکنه، به جایی که اینا سیراب باشن برعکس به اینا تشنگی ایجاد میکنه نوشیدنی های سرد. و این تشنگی کاذب و نوشیدنی غیر طبیعی آب باعث به اصطلاح اسهال میشه. اسهال از نوع بلغمی ایجاد میشه. از نظر طب سنتی که اینا رو تفکیک کرده، جدا کرده، علت یابی کرده، ریشه یابی کرده و رانمایی کرده که علت پیشگیری چی است، علت درمان چی است. اما در بحث طب شیمی تمام این مواردات بیشتر با باکتری ها مثلا چی میکنن ارتباط میدن و سعی میکنن از داروهای آنتی بیوتیک استفاده بکنن که این خود از این نتیجه قابل قبولی نداده، نمیده و در ضمن مشکلات زیادی هم بعد از مصرف دارو ایجاد میکنه. اما بهترین روش اینه که علت‌یابی بشه. علت‌یابی کردن انمی روش مواد غذایی نادرست. خب مرحله اول وقتی کسانی که نوشیدنی سرد بی رویه استفاده میکنن، اینا از نظر طب سنتی به اسهال سرد مبتلا میشن. جناب استاد، پیش از که شما مطلب خود کامل بکنین، مثلا اطفال بیشتر آب یا پودر داخل یگان چیز میگذارن داخل یخچال که یخ بزنه سرد بشه، از اینا بیشتر استفاده میکنن، همینا هم دچار اسهال بسیار مضره. اینا پودرایی که به نامای مختلف، متاسفانه ما این مورد قبل از اینکه شما بگین میخواستم به عزیزان، به خانواده یک تذکر بدین. دوستان عزیزان، اگر شما میخواین که هزینه های سنگین نپردازین برای بخش درمان و نتیجه ای هم نگیرین، متاسفانه که این مورد هست فعلا، و در ضمن دوچار دردسر و مشکلات هم نشین، سعی کنین تا نکه تا جایی که میتونین به عنوان یک فرضیه بحث سلامتی هست، این موادای به نام آیتوسا و پودرای رنگی که اینا به نام اصطلاح شربت جاد استفاده میکنن اصلا استفاده نکنین، چون اینا ماده داره از به نام ساکارین و این ساکارین یک قاشق از مواد ساکارین برابر با 400 قاشق شکره، یعنی یک سر 400 سر، یک کیلو 400 کیلو. به کناری که در این حالی که خود شکر هم مضر که طبیعی هم هست، ولی اگر ما میتونیم شکر مضر به مفید هم تبدیل کنیم بس جدایه، ولی میخوایم به خودمان باب تذکر و راهنمایی. اما از این موادی که عزیزان ناخواسته ناآگاهانه متاسفانه بازم کودکا اینا رو استفاده میکنن، آلسکا درست میکنن به بچه ها، نوشمک درست میکنن، به خوراک از اینا میکنن، بدترین آسیب رو به کبد بچه ها میزنه. فرق نمیکنه به سن و سالن، به خصوص بچه ها آسیب پذیرترن به خاطر که کبد اینا ضعیفه. به هیچ عنوان به دسترس بچه ها قرار ندن و به خانواده هم استفاده نکنن. اصلا نخورین این مواد رنگی و این طعم شربت، به اصطلاح این شربت گفته نمیشه، این شربت سم میگی ما سم میگیم اینا رو واضح هم میگیم. عزیزان اگر هم هر کسی اعتراضی هم داره میگیم به او ثابت میکنیم که سمه. میوجات فصله، زحمتی رو بکشین. اگر آب میبگیری به دسترس نداریم، به دستگاهی که آب میبگیری فشار دست به دست آب میکنن، از اون ساده ارزون میوه رو آب کنیم، هر میوه فصل آب کنیم، مقدار کمی آب هم بزنیم، مقدار کمی شکر هم، یک آلسکای درست کنیم بگذاریم به یخچال بدیم دست بچه خونوشو جان کنه. نرین از این مواد استفاده نکنین که بدترین آسیب رو به بچه ها میزنیم. بله، که این هم بحث مریضی ها، منظور ما از بحث ما پرد نشیم چون سوال شما رو ما باید جواب بدم. من فکر کردم چون این موضوع هم دچار اسهال میکنه. خب چون از صد فیصد اینا که مشکل ساز بس جداییه، اینا بس جداییه، گفتیم اینا مسمیاتیه که متاسفانه امروز به بازار خوراک بخصوص اطفال میشه، متاسفانه که خیلی استفاده پیشروی نمیکنن. خب ادامه بحث را جناب استاد، نوشیدنی سرد ای باعث اسهال میشه که باید به اصطلاح پیشگیری بکنن. بله، در مورد انواع اسهال و یکی از روش های رفع تشنگی نوشیدن دمنوش هست.
ما چای سبز سیار هم پیشنهاد نمی کنیم، به خاطر اینکه ما بارها گفتم چای سالم و چای اصلی به بازار پیدا نمیشه، اگر هم پیدا بشه گران قیمت و باز هم گران قیمت هم که هست به خاطر طعم مزه و به اصطلاح عطر و طعم او آسانس های به اینا به اصطلاح اسپری میشه که باز هم خود می مشکل سازه. اگر ما میخواییم طبیعی زندگی کنیم دمنوش‌های بسیار ساده میتونین از دمنوشات زیرجاد استفاده کنن، نعنا، پونه، کاکوتی، چیزی که دسترس خیلی ساده هم هست، طبیعی هم هست، بدون عوارض هم هست، به تناسب طبع و به اصطلاح خصوصیات، به خصوص دارچین برای همه سازگاره، استفاده کنن، هم رفع تشنگی میشه و هم مایات بیش از حد استفاده نمیشه و در ضمن دچار این مریضی هم نمیشن. اما برای یکی از روش هایی که رفع آتش بشه بسیار ساده، به جایی که مثلا 5 لیتر آب یک کسی که این تشنگیر میخواد رفع بکنه بیای 1 لیتر آب در روز استفاده کنه، به کم آبی هم مبتلا نمیشه بدنی و در ضمن تشنه هم نمیشه. روش بسیار ساده، هزینه و 1 دونه لیمویه. فعلا که لیمو با درشت آزادی احتمالاً لیمو مسئول کشور خود ما هم هست، لیموی درشت کلونه با داخل 1.5 لیتر آب، آب جوشیده سرد و یا آب پاک، 1 دونه لیمو به داخل از آب کنه مخلوط کنه، سرد نباشه تا جایی که میتونن، مایات یخ یخچالی استفاده نکنن که به خیلی از مریضی هم نه تنها بحث سال مبتلا میشه متاسفانه، مریضی آلرژیک، آبریزش بینی، آبریزش چشم، سردرد، تب و لرز، استخوان دردی، ایل آخر به خصوص باز کسانی که تب سرد دارن. 1 دونه لیمو رو به داخل بوتل آب کنن، هر موقع تشنه شدن مقدار کم استفاده کنن. با مقدار کم آب ترکیب با 1 دونه لیمو هم مصرف آب اینا میای پایین، هم تشنگی رو رفع میشه. و یا چایی که نوش جان میکنن به داخل او چای مقدار لیمو خشک بندازنن، یا دم کرده نعنا هم بسیار بید. دم کرده ریحان به خصوص، برگ ریحان خشک کنن به جای چای دم کنن، هم اعصاب آروم، هم تقویت قلب و معده و هم رفع آتش و تشنگی میکنه. و یا ای که لااقل برای که چند نوع کار به اصطلاح چند نوع تقویت سیستم بدن رو میکنن، با خاکشیر نم کرده، خاکشیر شب نم کنن مقدار 2 قاشق غذاخوری خاکشیر با مقداری آب، ساعتای 10 بجه اندازه 1 گلاس نوش جان کنن، بسیار کمک میکنه برای رفع تشنگی روزانه و کسانی که تشنگی غیر طبیعی دارن. صبح ایر نم کنن حداقل 4 تا 8 ساعت، هر چقدر نم کرده باشه بهتر، خصوصیاتی بیشتر میشه. نماز دیگر ساعت 4 بجه 5 بجه که خب به اصطلاح هوا گرم میشه و تشنگی غلبه میکنه، 1 گلاس از این نوشجان کنم، هم هزینه ای کم، هم تقویت عمومی بدن و هم رفع تشنگی و هم جلوگیری کردن از ابتلا شدن به اسهال و در ضمن خیلی از مریضی های به اصطلاح عام یک تیر چندین نشان. بله میتونن استفاده کرد. مورد دوم میوه‌جاتی که استفاده میشه که اگر استفاده که نباید چیکار بکنن، میوه‌ای که استفاده میکنن، چون این میوه‌جاتی که فصل که است معمولا میوه‌جات شیرین هم هست مثل آلوگلاس، بخصوص زردالو، شفتالو، اینا که استفاده میکنن، به هیچ عنوان روی این میوه ها نوشیدنی مصرف نشه، حتی تا 1 ساعت 1.5 ساعت اگر استفاده شود اسهال اگر میشه. استفاده بکنه علاوه بر او که اسهال ایجاد میکنه، گرانپای شکمی و یا خدای نخواست آپاندیس، میوه های خواسته دار اینمی خصوصیات، به خصوص روی گلاس و زردالو اگر نوشیدنی استفاده بشه به این مریضی هم مبتلا میشه، علاوه بر اسهال این مشکلات هم ایجاد میکنه و حتی استفراغ هم ایجاد میکنه. تشنگی خود تحمل بکنن، حداقل 1 ساعت 1.5 ساعت فاصله بدن بین مصرف میوه‌ای که نوشجان کردن میوه فصله. ولی رو توت نوشیدنی اشکالی نداره اگر استفاده بکنن، چون مواد از اینا فرق میکنه، اما رو شفتالو، زردالو، گلاس، آلبالو اینا استفاده نشه. روی ام اگر آب استفاده میشه مشکلی نداره، چون طبیعت ام خیلی گرمه و در زمان وقت استفاده میکنه، حتی در 15 دقیقه بعد 20 دقیقه بعد یا اقلا برای رفع تشنگی مقدار آب اگه استفاده میکنه این مشکل ایجاد نمیکنه. ولی دیگه میوه جات چرا؟ روی هندوانه اگر آب مصرف بکنن، چون هندوانه گلوکوز داره استفاده میکنن، معمولا اگر 1.5 ساعت 1 ساعت بعد اگر تشنه میشن، ولی بازم اگه تشنگی خور بم 1 ذره هندوانه برطرف کنم نخورن آب بهتر از یه، ولی اگر آب بخورن امکان پیچش و به اصطلاح حالت اسهال ایجاد کردن داره که ایجاد میکنه.
که اینا باید متوجه بشن روی میوه‌جات نوشیدنی مصرف نشه تا به این مشکل مبتلا نشه. در بحث انواع اسهال بحث همینقدر بود؟ بله، درمان دیگه دوم. خب در مورد درمان از اینا صحبت بکنن. یک موضوع رو پیش از اینکه شما در مورد درمانش صحبت بکنین جناب استاد، همه تحمل تشنگی زیاد، اگر زیاد تشنگی زیاد بشه تحمل بکنن یک ساعت یک و نیم ساعت بیشتر از ضرر که نداره؟ نه، به خاطر چی ضرر نداره؟ به خاطر موادی که مصرف کرده خود طبیعتا سیستم بدن فعاله و به اصطلاح ساده بگیم ماشین بدن روشنه کار میکنه و این مواد که گرفته تایر به سیستم بدن از معده به دیگه اعضای بدن انتقال بده و به خصوص به کبد طبیعتا این حالت ایجاد میکنه. اما اگه امور تعامل بکنن سود بیتری میگیرن، اختلال ایجاد نمیکنن به سیستم، پس ضرر نداره. در مورد درمان از نصابت بکنیم، چون سوالهای چند تا سوال از بیننده ها هم هست، این مورد را هم اشاره داشته باشین، بعد از اون میپردازیم به سوالات بیننده. روش های درمان در بس خدای نخواسته اگر کسی به این مرضی مبتلا میشه، ما بیشتر به عزیزانی که بیرون از شهر و دور از امکانات زندگی میکنن، ما بیشتر به این عزیزان راهنمایی میکنیم که اینا رو همه میتونن، تمام کاتگوری ها در تمام بخش ها میتونن استفاده کرده. یکی از داروهای بسیار مؤثر و همیشه در دسترسی که تمام خانواده به دسترس دارن برای جلوگیری و یا ای که درمان اسهال چی هست؟ چای سبز. چای سبز دمنوشی درست میکنن با نعنا. چای سبز نعنا. چای سبز طبیعی. چای سبز معمولا تقریبا چیزی میتونم. همین چای سبز که فلان هست دیگه، چاری غیره. اما این چایی که به عنوان چای زعفرونی و رنگ داده است اینو نه. چای سبز معمولا چای پیچی است، وقتی که دم میکنه اینو مثل برگ میشه، مثل برگ درخت بنوش میشه. که میتونن برگ درخت بنوش رو جایگزین کنن به جای همین چای سبز، برای همین مریضی های اسهال خیلی مفید هست. ما بیشتر عزیزانی که به بیرون از شهر زندگی میکنن، اگه خدای نخواسته به این مشکل دچار میشن، کسانی که داخل شهر هستن همه چی به دسترس نه، میتونن از عطاری یا از دکانات تهیه کنن استفاده کنن. میتونن از کاکوتی، چیزایی که بسیار مؤثر است برای درمان اسهال و همه نوع اسهال ها، حتی اسهال خونی، کاکوتی، بومادران، پونه، دم کرده زیره، کرابیه، به صورت کپی، عجقون، که اینه چیزایی که برای آنی عمل میکنه. ولی به چی روش؟ مثلا اگر کسی شدیداً اسهال شده یا میده با مشکل دچار شده، نامنظم شده و باد و نفخ داره، از عجقون و نعنا، ترکیبی از این دو چیز نرم شده، و یا عجقون و زیره سبز، زیره سیاه، و یا عجقون و تخم گشنیز تفت داده، تخم گشنیز تفت بدین، بریون کنین، نرم کنین، با عجقون نرم شده کوبیده شده ترکیب میکنین. 20 دقیقه قبل از هر غذا یک قاشق غذاخوری با یک گلاس آب گرم نوش جان میکنین. و اگر هم آب گرم هم دم کرده نعنا باشه خیلی خوبه. اینو اسهالار و تنظیم دستگاه گوارش صورت میگیره. کاکوتی، بومادران رو به صورت دم کردنی، بومادران، کلپوره، درونه، اینا گیاهای قابض به اینا میگن، که این گیاه برای نامنظمی و کار دستگاه گوارش به خصوص در بحث اختلالات مثل اسهال‌های روان میده خیلی کمک میکنه. هر نوع گیاهی که طعم تند و تلخ داره اینا در رابطه با می اسهال‌ها بسیار کمک میکنه که عزیزان بشناسن. و اگر هیچ کدوم اینا رو به دسترس نداشتین، برگ خشک درخت زردالو و درخت سیب، این هر دو برگ رو بگیرین، خشک کنین، تیره دم کنین مثل چای، بسیار مؤثره. جدا جدا که نمیشه از این؟ فرق نمیکنه. میتونن چند چیز ترکیب کرده داشته باشن که اینا بسیار قویه و هزینه هم نداره، هزینه داره، همه هم میتونن استفاده کرده. برگ درخت زردالو، برگ سیب، برگ بیهی، برگ درخت بنوش که به هرات بنام بنوش میگن، زبان گنجش، این چهار نوع برگ درختان بگیرین، اینا رو برگای تمیز از اینا خوش کرده به خونه داشته باشن. خدای نخواسته یک وقتی برین نامنظمی کار دستگاه گوارش در بحث این مریضی اتفاق میفته، تیره اینا رو دم کنن. برای طعم اینا هم میتونن لیمو خوش یا لیمو تازه با یه چای ترکیب کنن، نوش جان کنن.
شدیدترین اسهالار درمان میکنه روش های بسیار ساده. اما خوراکی که به همه این نوع اسهال ها که میخواییم جمع‌بندی کنیم استفاده میکنن، یکی از خوراکی ها سیب زمینی یا کچالوی آب پزر با نعنا، نمک، سیر و داروگرم. اینا رو بکوبن خالی بدون نان دو عده غذا، یعنی دو الی سه روز، بسیار کمک میکنه در بحث تنظیم کار دستگاه گوارش. سیب زمینی یا پز با تناسب مو خوراکی که دارن، نعنای خشک با او ترکیب میکنن، دو حب سیر و داروگرم و نمک، ایر میکوبن خالی بدون نان نوش جان کنن. دو عده مواد غذایی، یک عده غذا هر چی دیگه نوش جان میکنن نوش جان کنن. دو روز پشت سر هم دیگر ادامه بدن و یا اگر بیشتر نیاز بود، مثلا بعضی ها معده های ضعیف‌تری دارن، بیشتر باید ادامه پیدا کنه. این چون مواد غذایی کاملی هست، میتونن از این مواد غذایی استفاده کرده تنظیم کار دستگاه گوارش میکنه. چلو و زیره، دمپخت با ماست، ماست و نعنا، سیر ماست به کسانی که این مشکل ایجاد بدون اتفاق میفته، اینا از گیاه یا خورش های بسیار قابضی است که میتونن استفاده کرده. خود سیب مثلا، اگر کسی به این مشکل دچار شده، دو عده غذا خود سیب انتخاب کنه، فقط سیب بخوره، دیگه چیزی نخوره. خود سیب هم مکمل ترین مواد غذاییه، با جز پروتین، اگرچه پروتین هم داره به مقدار کم، ولی پروتین و مواد نشاسته ای تقریبا کمتری داره، دیگه تمام ویتامینا داره. فقط سیب به دو عده نوش جان کنن، میدونن منظم میکنه. و اگر عسل به دسترس داشته باشن، جوشانده ای که به مقدار کم البته جوشانده بشه، جوشانده اجقون و نعنا، مقدار یک قاشق قزاخوری از نعنا و اجقون، اینا رو به یک گلاس آب میجوشونن، اجقون هم نرم کوبیده شده باشه، یک دقیقه جوشیده میشه، بعد آب زیر صاف کنن، با عسل شیرین کنن، ایرک شیرین کنن، قبل از غذا استفاده کنن، این مرضی های دستگاه گوارش برطرف میکنه. حالا سر راهکارهای زیاد داره، راهکارهای زیادی هست، من تا باز ما چون راهنمایی کردیم گفتم تمام گیاه ها و به اصطلاح چیزایی که طعم تند و تلخ داره اینا قابضه، جز هندوانه ابوجهل که عزیزون متوجه باشه، هندوانه ابوجهل شدیداً معده روان میکنه، نباید استفاده بشه. دیگه تمام گیاهایی که تند و تلخ هست اینا قابضه، میتونن کسایی که هیچی به دسترس نداشته باشن داروگرم رو بجوشونن، اما خب خوردن یکم یکم مشکل هسته، داروگرم رو بجوشونن، تم بدم رو بخورن، معده رو منظم میکنه. تشکر جناب استاد، سلامت باشن. خب در این قسمت برنامه میان برنامه داریم، اما پیش از او یک تشکر میکنیم از شرکت تجارتی سید محمد خادمی لیمیتد، انحصار کننده محصولات کمپانی بین المللی الحرمین در افغانستان، که حمایت کننده مالی برنامه هست و از محصولاتی که وارد میکنه فولادی ناشتا است. فولادی ناشتا از 29 مغز طبیعی و قیمتی آماده شده که لذیذ و مکمل غذایی است. از فوایدش هست که برای بدن سازان، وزن برداران و ورزشکاران هم میتونه مفید باشه. میان برنامه رو میبینیم و پس از میان برنامه سوالات بیننده ها رو با جناب استاد مطرح خواهیم کرد. حالا ما برای شما تلبینه و فولادی ناشتا را پیشنهاد میکنیم. تلبینه معجون مقوی، ترکیبی از گیاهان کمیاب و مفید با طعم‌های مختلف برای رفع مشکلات اعصاب، قوی سازی جسم، بلند بردن مقاومت بدن در برابر امراض ساری و نیز سالم‌ترین غذا برای بانوان حامله و شیرده. همچنان فولادی ناشتا مخلوطی از 20 نوع مغز طبیعی بوده که یک مکمل غذایی فوق‌العاده برای ورزشکاران، افراد کمخون و ضعیف می باشد. انحصار کننده در افغانستان شرکت تجارتی سید محمد خادمی لیمیتد. به ادامه برنامه طبیبانه خوش آمدید. در قسمت برنامه که بخش آخری هم هست، سوالات شما بیننده های عزیز را مطرح خواهیم کرد که چه سوالات داشتیم. نخستین سوالی است جناب استاد که دلیل خارش چشم چه میتونه باشد؟ چشم خارش نکنه و ممکنه آب هم بریزه و شاید یک بحث طولانی باشه، اما جناب شما میتونین خلاصه صحبت بکنین اگر امکان داره. خارش چشم دلیلای زیادی داره که ما اشارتاً فقط به عزیزانی که بیننده هستن و عزیزی که سوال کردن جواب نرو باید بدیم. خارش چشم به
حساسیت های فصلی هم به گردافشانی های گیاه ها هم ارتباط داره، سرما و گرما هم ارتباط داره که ما خب طبیعتاً به هوایی که زندگی میکنیم به خصوص به فصل هوا خشکه، گرمه و در ضمن ممکن داره حتی عرق به داخل چشم بره، این هم باعث سوزش و خارش چشم میشه و بالا بودن اسید معده هم میتونه باعث به وجود آمدن خارش و سوزش چشم بشه. مصرف بیروی زیاد از نوشیدنی های سرد هم میتونه باعث خارش و سوزش چشم بشه و بینی بشه و عدسه و آب ریزیش بشه. مصرف بیرویه فلفل همین مشکل ایجاد میکنه و در کل اختلال در متابولیسم که بحث طولانی داره. یعنی ما اگر میخواین هر مریضی ریشه یابی کنین که چرا برای ما اتفاق افتاده، سریعا یک مطالعه برنامه غذایی خور بکنیم، برای ما میگه که شما دیروز، پریروز، دو روز جلوتر، سه روز جلوتر چی غذاهای پشت سر هم دیگر استفاده کردید تا دو روز جلوتر مثلا نمی خارش چشم نداشتی ولی آمدی دو روز آب سرد استفاده کردی به این مشکل دچار شدی، دو روز مثلا رفتی به آب بزی، آب کثیف بوده به داخل چشم طرفته، یا عرق داشتی، صورت خورش هستی و یا اینکه به مجاورت هوا قرار گرفتی، گرد و خاک آلوده به چشم طرفته، یک بررسی بشه، بررسی که شد علتش هم شناخته میشه و درمان میشه. چون این بحث طولانی داره، ما فقط من باب راهنمایی، ولی اگر خدای نخواسته کسی به این مشکل دچار میشه، یکی از روش‌های خیلی ساده‌ای که استفاده می‌کنیم برای تقویت چشم، تقویت نور چشم و پاکگری چشم چیه که ما این رو سوال شما باید جواب داده بشه کامل. آب جوشیده سرد یخ کرده نباشه، آب جوشیده شده پاک باشه داخل یک ظرفه، حداقل روز یک بار. اون چی موقع؟ موقعی که شب میخواین برین استراحت کنه که دیگه روز به بیرون به مجاورت هوا و گرد و خاک و غبار اینا قرار نمیگیرید، میریم به خونه، ای آب جوشیده شده معمولی که سیخ نباشه، صورت رو به داخل آب میگیریم، به صورت به داخل ظرف آب، چشما وا باشه، چشما رو دور بدینیم، این شستشو میده و با حوله خشک کنه، فشار نده. یکی از راهای خیلی ساده، اما گرد خاک پاک میکنم، گرد خاک. اما یکی از چند روشه که ما به عزیزان راهنمایی میکنم، عزیزم که سوال کردن که برای تراخم چشم یا سوزش خارش چشم مبتلا نشن، که همیشه چشم پر قدرت، پر نور و به انواع مرضی هم حتی آب مروارید و آب سیاه هم مبتلا نشه، گاهگاه چکاندن آب لیمو. سوزش داره ولی اشکالی نداره و عوارض هم نداره. یکی از اون چیزا جوشانده بادیان، بادیان هم میشناسن، بادیان بجوشانن، آب خوب پاک تمیز کنن، چشم خور با جوشانده آب بادیان شستشو بدن و روغن زیتون خالص گهگاه بخصوص شب به هر چشم یک قطره بچکنن، چشم دار بدن، استراحت کنن. اینا خیلی کمک میکنه برای دائم پاک شدن چشم. و اگر بچه ها بخصوص به این فصل سال هوای گرم، چون طبیعتا شب سرد میشه روز گرمه، معمولا بیشتر بچه‌ها به تراخم چشم و خارش و سوزش چشم مبتلا میشن، مادرای بزرگوار روش خیلی ساده رو به کار ببرن، چای اصل، چای قلم، نه چای باروتی به اصطلاح چای های نرم، چای قلم ایر دم کنن جوش با پنبه، صبح که از خواب بیدار میشه، شب که میخوای بخوابه، با پنبه روی چشم داخل چشم رو حتی بچکنن، شستشو بدن دور و بر چشم رو با آب به اصطلاح چای دم کرده چای، این مشکل اون رو برطرف میکنه. بله. خب جناب استاد، ما 5 دقیقه وقت داریم، اما دو سوال هم از بیننده مانده. یکی در مورد خشکی پوست است که چه کار میشه که باید این خشکی دیگه نباشه. این یک بار پاسخ بدن، بعد از کسی یک سوال دیگه هم داریم در آخر برنامه. خب اینا سوالایی که به واقعیت بعدم تفسیری و زمان برم هست، با این 5 دقیقه می چی رقم جواب بدم یا یک از اینا جواب بدن جواب. ولی همین خشکی پوست، خب خشکی پوست چند عامل داره که اینا باید بررسی بشه. اول اینی که کمبود ویتامین ها باعث خشکی پوست میشه. دوم یبوست یا قبضیت معده که چون پوست تغذیه نمیشه، بدن تغذیه نمیشه درست. سوم کمکاری کلیه ها. چهارم ضعف کبد. خب باز طبیعتا اینا همه با هم دیگر ارتباط داره. اگر قبضیت باشه تمام این موارد هم هست. خصوصا جناب استاد پوست صورت. بله فرق نمیکنه. چون اگر میده دستگاه گوارش درست منظم کار نکنه، تمام بدن سوخت و یا نیازی که داره ما ساده صحبت کنه از دستگاه گوارش میگیره
ولی وقتی دستگاه گوارش اینا منظم باشه، مثلا درست عمل نکنه، جذب و دفع سیستم دستگاه گوارش منظم نباشه، ما به کمبود ویتامین ها دچار میشیم. علاوه به خصوص در بحث سوال شما که مریضی جلدی یا خوشپوستی، که وقتی ویتامین نبود طبیعتا ویتامین هایی که پوست نیاز داره ما نمیتونیم به اصطلاح گرفته درست. اول باید دستگاه گوارش منظم باشه. دوم، مصرف به طور مرتب منظم از میوه‌جات، بخصوص میوه‌هایی که رنگ زرد داره. تمام میوه‌هایی که رنگ زرد داره اینا ویتامین‌های آ و بی از اینا زیاده که به پوست بسیار مفیده. و سبزیجات، از همه کاتگوری سبزیجات و پیاز بخصوص، اینا از چیزایی هست که به برنامه غذایی به طور منظم اگر استفاده بشه دائم کسی که مصرف میکنه پوست روشن و شفاف داره که به این مشکل دچار درمان موضوعی نداره. یعنی چیزی که مثل درمان موضوعی مثل این میمونه که شما درخت از سر شاخه آب بدین. ما به همه عزیزان چی به ما مراجعه میکنن چی در بس پوست و مو اینا، باید به قدرت درون ریز توجه کرد. نیاییم به صلاح به ظاهر قضیه فکر بکنه. میرن کریمای گران قیمت میخرن، پولای آنچنانی مصرف میکنن، هم ریزش مو اینا خوب نمیشه و هم پوست اینا خوب نمیشه. علت و دلیل اصلی از این قدرت درون ریز وقتی مریض باشه این مشکل رو به وجود میاره. حتی قده تروید هم تاثیر گذاره، که اگر کسانی که مثلا پرکری تیروئید داره اینا به خوشپوستی مبتلا میشن، حتی به لاغری مبتلا میشن. این بحث های طولانی داره که اینا باید راهنمایی بشه. من باب راهنمایی شدن از بحث سوال شما ما این رو مطرح کردیم. تشکر جناب استاد، چون وقت نیست و یک سوال هم میمونه. سلامت باشین جناب استاد عزیز، که به ما حضور پیدا کردید. خب تشکر شما بیننده های عزیز که تا این دم با ما همراه بودین. اما پیش از اینکه برنامه رو به پایان برسانیم، یک تشکری داریم از شرکت تجارتی سید محمد خادمی لیمیتد، انحصار کننده محصولات کمپانی بین المللی الحرمین در افغانستان، که محصولات مانند تلبینه و فولادی ناشتا را وارد میکنه. خب این بود برنامه این هفته طبیبانه که تقدیم حضور شما خوبان شد. تا برنامه بعدی، بدرود. این برنامه از طرف شرکت سید محمد خادمی لیمیتد، انحصار کننده ی محصولات کمپانی الحرمین در افغانستان. حالا ما برای شما تلبینه و فولادی ناشتا را پیشنهاد میکنیم. تلبینه معجون مقوی، ترکیبی از گیاهان کمیاب و مفید با طعمهای مختلف. همچنان فولادی ناشتا مخلوطی از 20 نوع مغز طبیعی و عطاری اربابزاده به شما تقدیم گردید.